حالا میریم سراغ یه چیز دیگه، میریم سراغ یه مبحث دیگه و گاهی دوباره تاچ میکنیم این لینیر رگرشن رو که پوینت هایی که دارم رو توش در موردش صحبت کنم. بایس وریانس ترید آف هست که این هم بازم از اون نو فری لانچ تیورم میاد. شما هر جایی که بخوای بایس تو کم بکنی که یعنی دقت الگوریتم زیاد بشه که بتونی خوب خوب فیت کنی داده، یه جایی مشکلی هست. مثلا دیگه نمیتونی اسیوم کنی که این مدلی که داری روی این ترینینگ دیتا میزنی روی ولیدیشن دیتا یا روی تست دیتا یا در آینده هم ممکنه قوی باشه. این ترید آف در واقع ایدش اینه. دیگه اون ای ایکسی که داشتیم که بست اپروکسیمیتوره اون رگرشن فانکشن هستن رو شما در نظر بگیم. خب این به داده هنوز بستگی نداره. ما وقتی که اینو پیک میکنیم میگیم آقا ما میخواییم مثلا دیسیژن تری بزنیم به دادمون. دیسیژن تری زدن هنوز ربطی به داده نداره. من هنوز به داده اپلایش نکردم. من میخوام دیساید کنم که یه دیسیژن تری بزنم. شما فرض کنید که این ای ایکس بهترین دیسیژن تریه که میتونه داده ای که شما ممکنه داشته باشید یا اون دیتا جنریتینگ پروسسی که داری که قرار مثلا داده الان فرض بگیر یه دیتا ست داری، یه دیتا جنریتینگ پروسسی بوده که این داده شما رو به وجود آورده. خب این ای ایکس قراره که اون دیتا جنریتینگ پروسس رو به بهترین نحو ممکن استیمیت بکنه، ولی در عمل ما یه داده ای داریم و با استفاده از اون می دیسیژن تری استیمیت میکنیم. خب پس ای من بهترین دیسیژن تریه که میشه به کل دیستریبیوشن اپروکسیمیت کرد. ای هت وقتی این هت میذارم یعنی اینکه بر اساس داده است. خب یعنی با استفاده داده اومدم حالا اون دیسیژن تری رو ترین کردم. خب ما اینو میایم مینیمایز میکنیم، این همون چیزیه که مینیمایز میشه. چه حالا شما ایت رو اکسپرت تا انتخاب کنی که لینیر رگرشن باشه، ای دیسیژن تری انتخاب کنی. چیزی که ما آخر بار میبینیم در حقیقت اینه. پس این ابزرو شده است، این چیزیه که وای ها داده هستن که میبینیمشون و این ای حتم در واقع اون چیزی که با استفاده از داده استیمیت شد. حالا این خطا اینو بهش مثلا مین اسکوئر ارور میگن. خب این رو میتونیم به صورت کامپوننت های بنویسیم که اصلا بگیم که این ارور ما چه جوری تشکیل میشه، از چه قسمت های الگوریتم، دیتا، سامپل سایز، میجرمنت ارور، چیا باعث میشه که ما این ارور رو بگیریم. اونا لزوما ابزروبل نیستن، این تئوریتیکال واسه آندرستندینگ ما که اصلا داره چه خبر پشت سر. پس این چیزی که ما ابزرو میکنیم، ما اگر بیایم ترم ای ایکس رو اضافه و کم بکنیم اینو میشه به این صورت نوشتش. خب ساده هم هست، این چند تا فرمول که در چند دقیقه آینده خواهم گفت اینا فرمولش ساده میشه دید اینا رو و کار نداریم اثباتش چیه. خب این به این صورت میشه. این خطا رو اسمش هم میذارن استیمیشن ایرور، اینا به اسمش هم میذارن اپروکسیمیشن ایرور. استیمیشن ایرور یعنی چه؟ یعنی که آقا من کلاسم رو انتخاب کردم که مثلا لینیر رگرشن باشه یا دیسیژن تری باشه. خب و حالا با استفاده از داده یه خطایی دارم، یعنی من بهتری دیسیژن تری در نظر بگی که میتونست اتفاق بیفته با این دیسیژن تری که با استفاده از این داده ی ابزرو شده من تونستم استیمیت کنم. این تفاوت بین این دوتا یه خطاییه که ما داریم در واقع تولید میکنیم. یه خطا هم اینه که حتی من اگر بهترین استیمیتور دیسیژن تری داشتم اونم نمیتونست داده منو کاملا فیت کنه. یعنی خطایی که من دادم داره با این دیتا به این دو سو به این دو تا کامپوننت میشه بنویسی که من یه فاصله ای دارم با بهترین و حتی بهترینم هم یه اروری خواهد داشت. حالا اکسپیکتیشن ضرب این دو تا چی میشه؟ یکیش میشه احتمالاً صفر. یکیش احتمالاً میشه صفر. این رو مثلا میشه واردش کرد از این مسائل. اونو حالا نمیخوام بهش فکر کنم بخاطر اینکه چیزم بکنه دیسترکتم بکنه. شما اینو قبولش بکن. اوکی. یعنی ما اینجا چیز ترم نگاتیو نداریم، همشون پوزیتیو هم هست. این ترم خب بستگی به داده داره.
چون با استفاده از داده من اومدم این A رو استیمیت کردم. ولی این ترم بستگی به داده نداره. این ترم رو شما نمیتونی تغییرش بدی. مثلا ممکنه بگی آقا من سمپل سایزم رو تغییر میدم، داده بیشتر جمع میکنم که ارورم کمتر بشه. شما اگه این کار کردی، این رو میتونی کم کنی، این رو نمیتونی کم کنی با استفاده از داده. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. این ترم رو میتونی به صورت جمع دو تا ترم دیگه بنویسی، اینم همینطور. ترم اولی رو اگر ما اینجا expected value این a hat رو اضافه و کم بکنیم، بازم این فرم نوشته میشه. خب اینجا دیگه این expectation به توان دو هست. اینو بهش میگن bias، فاصله بین average این چیزی که با استفاده داده استیمیت کردیم با بهترین با truth که we never know. ما این a of x اصلا قابل مشاهده نیست، این ایدیالی وجود داره و همون استیمیتوری که داده استفاده کردیم از averageش. توی آمار ما به این میگیم variance، اینا بهش میگیم bias. تو آمار به این میگیم بایس. این حالا دکتر داشته باشه. این چیه؟ این یعنی این که داد استیمیتور من از اوریج خودش چقدر دیوییت میکنه. یعنی این هیچ ربطی به چیز نداره، پیک کردن استیمیتور نداره، حتی داد و اینا نداره، این یا دیتا جنریتینگ پروسس نداره. این مربوطه به خود استیمیتوری هست که با استفاده از داده استیمیت شده. این میخوایم ببینیم که یه استیمیت این استیمیتور از اوریج خودش چقدر دیویت میکنه. اگر واسه دیتا ست های مختلف این عدد زیاد باشه، یعنی که یه دیتا ست شما بهش میدی یه نوع پریدیکشنی بهت میده، یه دیتا ست دیگه بهش میدی کاملا یه پریدیکشن دیگه بهت میده. این اوریج ببخشید این دیوییشنشون از همه دیگه زیاد هستن. اینو بهش میگن واریانس. این خیلی مهمه به خاطر اینکه شما اگر دیتا ست های مختلفی بدی به یه استیمیتور و درافلی سپیکینگ سیم ریزالت بگیری. این مهمه که یه استیمیتور واریانسش کم باشه. این بایس هم به هر حال وجود داره که باید اوریجی چیز اوریج که نه اکسپکتد ولیو استیمیتورت با تروث خیلی دور از هم نباشن. پس لینیر رگرشن این ترم صفره، ولی واسه یه الگوریتم های دیگه این حرف نیست که این صفر باشه. این چیزی که همیشه هم هست. خب ما وقتی که یه الگوریتم رو پیک میکنیم باید کل این کوچیک بشه، مهم نیست که دونه دونه این ترم ها کوچیک بشن. بنابراین درسته که خیلی وقتا صفر نمیشه، ولی مهم نیست. مثلا نورال نتورک شما فرض بگی واسه ایکس چی بود، نه اصلا این ترم صفر نیست، یا حداقل نمیشه نشونش داد. واسه لینیر رگرشن خیلی ساده میشه نشون داد که این صفر. این که گفتم نمیشه نشون داد، تئوریتیکلی نمیشه. شما میتونید داده جنریت کنی، سیمولیت کنی و ببینی خیلی چیزا رو. اوکی، این مال اون قسمتی که چقدر استیمیتور من از بست استیمیتور که میتونست باشه فاصله داره. اون این قسمت دیگه ای که best estimator با داده چقدر فاصله داره یا ایرور داره هم میشه به این فرم نوشتش. اینجا من اومدم یه expected value y given x اضافه و کم کردم. این regression function هست. توی این ترم این ایرور inevitable. من بهت گفتم که این ترم رو مینیمایز میکنه. این تو صفحه اول که صحبت چه کردیم هست. یعنی اگر شما به من یه داده بدی به من بگی که اینو بهترین رو بده، بهترین هم این دیگه اصلا بدون کلاس ها، این هنوز من انتخاب نکردم که نورال نتورک بزنم یا دیسیژن تری بزنم یا لینیر رگرشن بزنم. این هست، این کاستیه که شما خواهی داشت، ایریدیوسبله. واسه هر الگوریتمی هم که استفاده کنین این مقدار خطا رو خواهی داشت. اگر این باینری باشه به این ارور میگن بیز ارور، اروری که نو متر وات شما همیشه خواهی داشت. و این ترم اون ترمیه که من ما در واقع وای رو استیمیت نمی کنیم، ما قراره که این رو
استیمیت بکنیم. خب یا حال چون این یه فانکشنال فرم داره، اینو بگیم اپروکسیمیت بکنیم. اینم ربطی به خود داده نداره، ربطی به کلاسی که اینجا انتخاب کردی داره. اگر خواستی این ترم رو مینیمایز کنی، بهتره AX رو چیزی انتخاب کنی که نزدیک باشه به این expected value y given x. واضحه که یه decision tree این مقداری که میده، decision tree نگم، واضحه که یه linear regression واسه اکثر مواقع این عدد زیاد میشه، چون ما داریم خیلی خطی میکنیم، این داریم این رو خیلی ساده سادهش میکنیم، از عدد زیادی میشه واسه یه linear regression. ولی مثلا اگر ما این اومدیم نورال نتورک انتخاب کردیم یا مدل های کامپلیکیتد دیگه که اینتراکشن اکس را حساب میکنن اینا، این مقدار کمتری میشه. پس در کل ما چجور میتونیم ارور رو کم کنیم؟ چند صورت. استیمیتور انتخاب کنیم که به واقعیت نزدیک باشه و استیمیتور انتخاب کنیم که واریانسش کم باشه، و اگر یک کدوم زیاد باشه اون یکی کم باشه لزوما خوب نیست، ما در کل میخواییم که این کم باشه. اینم میگم مین اسکوئر ارور گفته میشه که بعضا میگن میشه واریانس به اضافه بایاس اسکوئر به اضافه یه ایردیوسیبل ارور. منظور از ایردیوسیبل ارور هم این هست، ولی ایردیوسیبل ارور در واقع این هست که واقعا ایردیوسیبله، ولی این هم میشه ایردیوسیبل به محض اینکه شما کلاست رو انتخاب کردی، اینم دیگه نمیتونی کاهشش بدی. چون فرض کنیم میخوام نورال نتورک بزنم دیگه، این اروری که مثلا هر هایپر پارامتر تیونینگی که بکنی مهم نیست، این ارور رو خواهی داشت، چون داری فرض میکنی که ای ام ایکس بهترینه. اینم که هست، چون به کلاس اپ نداری، جایی که میتونی شما یه نورال نتورک رو بهبود بدی این جای واریانس نورال نتورک که اگر کم باشه، و اینه که اگر کم باشه شما میتونی بیت کنی یه لینیر رگرشن رو مثلا. اوکی من اینجا اومدم واسه اینکه اینا رو توضیح بدم، هم یه لینیر رگرشن با دیسیژن تری مقایسه کردم. اینجا فرض کردم که آوتکام من 0 و 1، حالا اینجا قرمز آبیه و لینیر رگرشن یه دیسیژن باوندری داره که اینا رو مثلا از هم جدا میکنه، ولی یه دیسیژن تری به این فرم کامپلیکیتد هست. فرض کنیم که یه نیلی رگرشن، مثلا من اومدم استیمیت کردم ارور من شده 4، یه لینیر رگرشن هم زدم شده 4، یه دیسیژن تری لینیر رگرشن جفتشون 4 شده. حالا شما ممکنه بگی آقا من میتونم لینیر رگرشن هم رو اینقدر مثلا بهبود بدم که این بشه 3 و بهتر از دیسیژن تری بشه. اصلا اونو بذاریم کنار، کلا میخوام مقایسه کنم که برای یک دیسیژن تری و یک لینیر رگرشن که انتخاب کردیم اگر 4 شد، این کامپوننت های مختلف اینا کانتریبیوشنشون چقدره. واسه یه لینیر رگرشن که گفتم مثلا این صفره، اینم که همیشه هست واسه جفتشون یک دادم، خاطر همینه که شما هیچ وقت ارور نمیتونی از یه مقداری کمتر بکنی. و این ارور هم که داریم میگیم ارور ولیدیشن هست، نه ارور ترینینگمون. تو ترینینگ رو میتونی بیان یه استیمیتوری بزنی که از خطوط از تمام نقاط توی اسپیس عبور بکنه، یا اینجا مثلا یه دیسیژن تری بزنی که یه مربع بذاری دور تمام این نقاط، اینجوری فیت بکنه. این واسه ترینینگتونه، واسه ولیدیشن رو ما حتی داریم میگیم ارورمون. خب که این یکی اون موقع توش هست، خب یعنی شما اینو نمیتونی بهبود بدی. من اینجا اومدم اینا دو گذاشتم، اینا کاملا هایپوتتیکال هستم، از خودم در آوردم. دو گذاشتم بخاطر اینکه شما میدونیم که یه لینیر رگرشن لینیرایز میکنه، ولی یه دیسیژن تری اینتراکشن بین ترم ها رو در نظر میگیره و هی کوچیک کوچیک تر میشه، خب قوی تره، خیلی نزدیک تر میتونه بشه. ببین این رو یک دادم برای دیسیژن تری، اینو دو دادم واسه یه لینیر رگرشن، اینم که صفره، ولی اینا گفتم که نه، حالا فرضاً احتمالاً یه بایسی داره. ولی اگه شما این کارو بکنید خواهید دید که واریانس یه دیسیژن تری بیشتر از واریانس یه لینیر رگرشنه. عددا ساختگی اثبات نیست، ولی اگر بیاین اینجوری با هم محاسبه اینا بکنی، یه جورایی حالا در عمل هم من اینو مشاهده کردم، این سه معروفی هم هست که دیسیژن تری، خود دیسیژن تری واریانسش زیاده.
و حالا بریم سراغ گام بعدی. اینجا توضیح میدم که چه جور میشه اینها رو بهبودشون داد. استیمیشن ارور پس میشه این قسمت که به بایس و واریانس تبدیل میشه، و این یکی اپروکسیمیشن ارورمون هم که به این فرم. یه نکته دیگه هم بگم، ما توی آمار به این میگیم بایس، ولی اینا من فرمالی جایی ندیدم، اگر یه روز دیدم من میگم بعدن یه موقعی در آینده، ولی من فکر میکنم اصلا ماشین لرنینگ ها اصلا کاری به این مسئله ندارن، چون ما اصلا این هیچ وقت نمیدونیم بفهمیم که واسه هر الگوریتمی که انتخاب کردین چه دیسیژن تری باشه چه نورال نتورک باشه عددش اصلا چقدر. منظور بایس اینه، منظور بایس توی ماشین لرنینگ این ترمه، نه این ترم. بایس که استفاده میکنم که باید یه در واقع یک بلنسی، یک کامپرومایزی، یک ترید آفی بین بایس و واریانس باشه، فکر میکنم بایس اینه. اگر حتی منظورشون این نیست، من احساسم اینه که شما باید بین این و این انتخاب داشته باشی، که انتخاب ببخشید ترید آف داشته باشین، که انتخابی بکنین برای ای هات که این دوتا رو جفتشو کم بکنه، نه لزوما یکیشو خیلی کم کنه یکیشو خیلی زیاد. این بلایی که دیسیژن تری سر ما میاره. دیسیژن تری خیلی میتونه قوی بشه وقتی که شما خیلی مثلا ترمای زیادی بهش، ترم که نه، خیلی عمق زیادی بهش بدی، این رو ممکنه کم بکنه ها، ولی واریانسش هی بالا و بیشتر و بیشتر میشه. حالا استیمیشن ارور گفتم که چی هست، بر اساس به داده ای که انتخاب میکنیم بستگی داره. ترم بایسمون به سمپل سایز ربطی نداره، ترم بایسی به سمپل سایز ربطی نداره، چون وقتی اکسپکتد میگیری اصلا سمپل سایز اصلا محو میشه. ولی واریانس کامپوننت شما میدونیم هم داده تا که زیاد بکنی، همین که اگر بتونی این استیمیتوری که داری کاری بکنی که لس فوکس کنه به داده، اینه دارم اینجا میگم، میخوام بعدن به نتیجه ای میخوام برسم چند صفحه دیگه، این رو بهش توجه بکنی. اگر شما بتونی الگوریتم داشته باشی که لس فوکس آن دیتا باشه، کلا این ترم واسش کم میشه. این ترم چرا زیاده؟ چون خیلی به داده بستگی داره، دادت هم بعدن اصلا دادت که تغییر میکنه از ترینینگ به ولیدیشن، اون تغییر رندومی که توش وجود داره باعث میشه که مثلا دیتای شما واریانسش زیاد باشه، مثلا پرفورمنسی که توی ترینینگ میبینی رو توی ولیدیشن نبینی. حالا اگر الگوریتم که داری کم فوکس کنه رو داده، خب somehow میگم بعدن توضیح میدم چرا، این ترم به صورت اتوماتیک کاهش پیدا میکنه. اپروکسیمیشن ارور رو داریم که اصلا کاری به دیتا یا سایزش نداره، یه قسمتی داره که میجرمنت اروره که نو ماتر وات همیشه میجرمنت ارور رو خواهیم داشت، یه قسمتی هم داره که کلاس اسپسیفیک اروره که وقتی که الگوریتم تو انتخاب کلاس الگوریتم هایی که توش میخوای هایپر پارامتر تیونینگ بکنی رو انتخاب کردی، دیگه اون ارور رو خواهی داشت، اونم قابل کاهش نیست. پردیکشنز، آها، حالا ما خواهیم بریم این ترمایی که اینجا صحبتش کردیم رو توی لینیر رگرشن ببینیم چی میشه. It turns out that واریانس لینیر رگرشن این سمپل ارور، یعنی توی ترینینگمون این هست، به این فرم هست، پی تعداد اینپوت ها هست، اکس ها هست، ان سمپل سایز هست، سی یا کانستنت هست. اینا میگم واریانسه به خاطر اینکه گفتم expected value بتا هات همون بتا میشه، پس این همون میشه variance. ولی out of sample error میشه p divided by n minus p minus 1، یعنی وقتی که p زیاد بشه شما تعدادی بیشتر و بیشتری input بذاری تو مدلت، out of sample نه تنها این sample and out of sample جفتشون numerator ها افزایش پیدا میکنن، توی out of sample دینامینیتور هم هی کوچیک میشه و باعث میشه که واریانس شما زیاد بشه. پس واریانس یه لینیر رگرشن کم نیست. و تمام این استیمیشن ها و همه این چیزا که میگیم واسه لینیر رگرشن وقتی که پی خیلی کوچیک تر از ان خوبه که این عدد کوچیکی بشه.
وقتی زیاد بشه، پی زیاد بشه یا حتی پی بزرگتر از ان بشه، دیگه افتضاحه. لینیر رگرشن یه متد خیلی بدی میشه. حالا اصلا یونیک سولوشن نداره و اینا کنار که از لحاظ تئوریتیک، ولی حالا اومدیم و حتی مالتیپل سولوشن هم لینیر رگرشن بده، یه کدومش انتخاب کردی همون هم خوب نیست، بخاطر اینکه واریانسش خیلی بالاست. توی لینیر رگرشن ممکنه که شما کامپلکسیتی رو زیاد کنی، اون ترم آخری کم بشه، ولی واریانست هم طبق این فرمول زیاد میشه. دیمنشنالیتی افکت رو ما داریم میبینیم، بهش میگن کرس آف دیمنشنالیتی. کرس آف دیمنشنالیتی رو ما معمولا داریم توی متدهای مختلف که معمولا ارورها به پی یا اون تعداد اینپوتی که داریم بستگی دارن، که باید somehow یه کاری بکنیم الگوریتممون رو که این دیمنشنالیتی افکتش کم بشه، کاری بکنیم که در واقع سایز دیتا که زیاد میشه، دیمنشن دیتا که زیاد میشه، ارورمون زیاد نشه، چون در ارائه زندگی میکنیم و توی ماشین لرنینگ بس همینه که ما هرچی اینفورمیشن داریم ما میخوایم استفاده کنیم. این نمیشه که اگر من یه دیتای خیلی خیلی بزرگ دارم نتونم ازش استفاده کنم، چون که اگر ازش استفاده کنم ارورم هم زیاد میشه، اصلا ساب اپتیماله، اصلا اپتیمال نیست. باید متدی داشته باشم که بتونم از همه دادم استفاده کنم و بهترین نتیجه رو بگیرم. توی لینیر رگرشن این اون استیمیتوری مین اسکوئر اروری که داریم، که این قسمتی گفتم کایند اف ایریدیوسیبل، اینم اون قسمت واریانسمونه، اینم بایسمونه که میشه صفر. آره، چرا لینیر رگرشن خوب نیست؟ خاطر اینکه وقتی کوچیکه اپروکسیمیشن ارور زیاده. ترم آخر وقتی که کوچیک میگی، وقتی که تعداد اینپوت های کمی توی مدلت میذاری، این عدد بزرگی میشه، ارور در واقع زیاد میشه. حالا اومدیم تعداد اینپوت ها تو زیاد کردی که این رو کوچکش کنی، طبق فرمول بالا واریانس زیاد میشه، این عدد زیاد میشه وقتی که تعداد اینپوت ها زیاد باشه. خلاصه تعداد اینپوت ها کم باشن یا زیاد باشن، شما مین اسکور روتون زیاده. برای لینیر رگرشن متد خوبی نیست. حالا چرا لینیر رگرشن خوب نیست؟ مثلا ملت استفاده نمی کنن. این رو شما الان میتونید با این فرمولا بگین چرا. خب اینجا میخوام به اوورفیتینگ و آندرفیتینگ یه سری بزنیم. اینها رو در واقع قبلا در موردش صحبت کردیم. ما وقتی که یه الگوریتمی داشته باشیم که روی ترینینگ دیتامون خوب عمل کنه، روی ولیدیشنمون یا تستمون خوب عمل نکنه، اینو بهش میگیم اوورفیت کرده. و برعکس، اگر روی ترینینگ و ولیدیشنمون یا مساوی بود، خیلی مساوی بود، یا اینکه ولیدیشنمون حتی ارورمون کمتر هم شد، میگیم چی؟ میگیم آندر فیتینگ، یعنی میتونیم مدلمون رو پیچیده تر بکنیم. اینو بریم توی شاید این فرمولا توضیح بدیم بهتر باشه. یعنی ما اینجا این دو تا کاری بهش نداشته باشیم. این واریانس و این قسمت آخری که من اسمش رو بایس گذاشتم، واقعا نمیدونم این بایس با اون بایس که ماشین لرنینگ کامیونیتی میگه یکیه. شما میتونی این رو انقدر قوی انتخاب کنی که ارورت بیاد پایین توی ترینینگ، ولی واریانست زیاد بشه، تئوریتیکلی واریانست زیاد میشه و به خاطر همین نتیجه که توی ترینینگت میگیری و توی ولیدیشن نمیگیری. این مثلا میشه اوورفیتینگ. چطور میتونی اوورفیتینگ رو حل کنی؟ یا این کلاس که اینجا انتخاب کردی رو جوری انتخاب کنی که این مثلا کم یه خورده بیشتر بشه، ولی اینا کم ترش کن، یا کامپوننتی به ای اضافه کنی توی اپتیمایزیشنش که فوکسش روی داده کم باشه. اوکی، که این بتونه جنرالایز بکنه یا واریانسش کم بشه. یه چیز دیگه، اینا من اون موقع تا حالا چند بار گفتم که اینا آن ابزرویبل،
این observation سن نمیتونی observe کنی چون به کامپوننت های بستگی دارن که وجود خارجی ندارن. حتی اینا وجود خارجی نمیتونه داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه من وقتی که یه استیمیتور وقتی یه داده observe شد و من این رو حساب کردم expected value ازش نمیتونم بگم چون expected value عدد نون خودش میشه مثلا صفر که اینجور نیست. این observable نیست، این observable نیست، این هم نیستن چون به کامپوننت هست که دارن که آن observable. خب جمعشون چون این چیزای ضرب و جمع میشن با هم دیگه، خوبیش اینه که این رو به ما میدن، این وقتی این observable، ولی اینا خودشون observable نیست. ولی اگه خواستی اینا رو توی یه استادی اینا ببینید چی هم باید دیتا جنریت بکنید، تروث رو بدونید چیه، تروث رو بدونید چیه، از یه مدل انتخاب کنید، دیتا دون از اون مدل بیاد الاخر، بعد میتونید اینا رو مثلا ابزرو کنی واسه یه سیمولیشن، یا همین که بوت استرپ بزنی، یعنی بیای دادت رو مثلا یه ساب سامپل از دادت رو حساب بکنی و مقادیر مختلفی این ای حتت بشه عددهای مختلفی و اسیوم کنی که در واقع عرض و خدمت برسه که اسامشن چیز چیه بوت استرپ، خلاصه یه اسامشن هم داره، یکی دو تا اسامشن هم داره تا بعد بتونی این کامپوننت ها رو استیمیت کنی. این راه حلش. ولی در عادی که یه دیتا ست داریم یه دونه نورال نتورک ریس داریم نمیتونیم. بعد بوت استرپ هم توی نورال نتورک هم سال هم توی حتی الگوریتم های دیگه مثل اکسی بوست و اینا هم بازم خوب نیست، بخاطر اینکه شما واسه یه بوت استرپ بعد 1000 بار 10000 بار یه مدل رام بکنید. لینیر رگرشن ساده است، میشه این کارو کرد، ولی واسه یه نورال نتورک شما نمیتونید 10000 بار یه نورال نتورک رو ران بکنید. در عمل این ابزرور بنویسن بیشتر واسه اینکه کانسپت ها رو متوجه بشید.